سنن بنقل العدل عن العدل بالمال مسلم من حجاج شابوري صدقي جميل العطار محقق دار الفكر بيروت ناشر در سال 1432 در دار الفكر بيروت ان يعني كتاب ناشر شده صفحة 184 این صفحة 184 دوستان عزيزي من این اصل باب در اینجا هست کتاب الحیض باب التیمم اینم از غباوت این مسلمه و بخاریه که طبیب اینها طبیب ابوابشون خیلی خرابه ها طبیب ابواب اینها اصلا بلد نبودن اینا که کدام حدیث رو کجا بذارن یا عمدن این کار رو میکردن کسی پیدا نتونه روایت 706 در این صفحه صدو چند 184 کتاب الحیض باب التیمم حدثني فلانا 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 ابن بدر ال... عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه يعني از عبد الرحمن بن ابزا ان رجلا اتى عمره قال فقال اني اجنبته فلم اجد ما يا آمد پیش خلیفه خب خلیفه جانشین پیغمبره باید کارهایی که پیغمبر انجام میدهد او انجام بده از جمله کارهایی که رسول خدا صلی الله علیه و علیه انجام میداد تعلیم دین به مردم بود گفت من جنوب شدم آب نیافتم شكار بكونم فقال عمر گفت لا تصلي نماز نخوان خيل راحت فقال عمار عمار گفت اما تذكروا إذ, إذ انا وانت في سريه فاجنبنا فلم نجد ما دوستان عزيز إن این جاهل بوده غبي بوده که بله که تیمم بلاد نست. آخر شما هر جای عالم که برید طرف هر قدر بی اطلاع باشه مسلمان اگر باشه میدانه آب اگر نبود تیمم لازمه حالا شاید کیفیت تیمم را بلد نباشه که چی کار بکنه دستش به صورت بماله دو پشت دست بماله شاید این را بلد نباشه اما این که تیمم بدل از آب هست این را میدانه این را همه مسلمان ها میدانن این شخص اینقدر جاهل بوده عمر بن خطاب گفت نماز نخوان همه گی که نماز در هیچ حال ساقط نمیشه این شخص این قدر جاهل از شریعت بود که میگفت نه نماز نخوان بعد امار یاسر نهایت غباوت او را ببینید غباوت یعنی نفهمی امار یاسر بهش گفت که عمر یادت نیست ما با تو با رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را به یک جنگی فرستاد من و شما را سریه بود یک لشکری بود فرستاد در اونجا جنوب شدیم آب نبود فاما انت فلم تصلي تو نماز نخواندی و انا فتمعكت في التراب و اما من خودم را به خاک زدم مال کردم نماز خواندم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم پیغمبر گفت انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك پیغمبر فرمود که نه لازم نبود خودت را به خاک دو دستت را به زمین میزدی بعد اون را فوت میکردی بعد به چهرهت و کف دست به چهرهت میمالیدی و کف دست اینجا بود کفیک کف اما پشت دست خب عمر گفت اتق الله یا عمار عمر گفت عمر خواست که عمار را تهدید بکنه گفت که چرا این حرف را میزنی می آبروی مرا میبری عمار گفت اگر میخوای من دیگه این حرف رو نمیزنم سند بعدی امین حدیث بله آمده با سند بعدی دیگر آمده قال الحکم از اونجا با سند دیگر, آمده از کی از زر از طریق زر روایت دیگر باز اینجا آمده روایت 707 همین مطلب آمده بله از عبد الرحمن ابن ابزا روایت سه سند در خود مسلم آمده کتاب بخاری اینجا پدر سختگی کرده بخاری را برای نشان میدم پدر سختگی بخاری و این خیلی معموله برای بخاری که اینجوری دست میبره در روایات و میخواد که آبروی عمر را حفظ بکنه ببینید دوستان عزیز بخاری ملای ازبک بله در حیات راث العربی ناشر در سال چهارده بیست و دو در دار, 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 دار الاحیاء دار احياء التراث العربي صفحة 84 ان صفحه 84 كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما جاء رجل عز عبد الرحمن ابن ابزا جاء رجل الى عمر بن الخطاب حديث 338 ماري يامات بيش عمر بن الخطاب قلت اني اجنبت فلم اصب ماءً، فلم اصب اصب الماء من جنب شدم آب نيافتم فقال عمار بن ياسل لعمر بن الخطاب خطاب اما تذكر ان كنا في السفر انا وانت فاما انت فلم تصلي خوب در اونجا چی بود در مسلم نفر این شخص مراجعه کننده وقتی گفت من آب نیافتم جنوب شدم آب نیافتم چیکار کنم عمر گفت که نماز نخوان بخاری اینجا حرف این حذف کرده حرف عمر را جواب عمر را نیاورده فل فلا تصلي را نیاورده که مردم متوجه نشوند که عمر تیمون بلد نیست فقط قول عمار را آورده فقال عمار بن یاسر اما تذکر بعد عمار بن یاسر گفت ابو عمر بله یادت نیست ما در سفر بودیم و جنوب شدیم تو نماز نخوانی من نماز خواندم و اون چیزی که در اون حدیث دیگر آمده اما خب واضح روشنه که اینجا دروغگو حافظه ندارد این بخاری اینجا خواسته که آبروی عمر رو حفظ بکنه اما آبروی خودش هم رفته آبروی عمر هم رفته چرا فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب اما تذکر این بی معنا میشه چون جواب عمر را نیاورده این حرف عمار بن ياسر که میگه یادت نیست که من در سفر این کار را کردیم ما جنوب شدیم تو نماز نخواندیم من رفتم تیمم کردم نماز خواندم این حرف بی معنا هست اگر عمر جواب درست داده این حرف در صورتی معنا پیدا میکنه که عمر جواب غلط داده و این او و عمار یاسر او را میکند و تذکر میدهد که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم همچین اتفاقی افتاد بله و اینجا اون فلا تسله عمر را این با مسلم با بخاری با مس زرنگی خود حذف کرده و در خود بخاری حدیث دیگر موجوده که رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم عمر را تیمم یاد داده بود و همینطوری که عمار یاسر میگه که ما برگشتیم از جنگ پیغمبر با ما تیمم یاد داد تو چرا میگه که نماز نخوان خب این قدر غبی بوده که اصلا بله از نه از خدا حیا نه از پیغمبر حیا بله میگه که نماز نخون نماز در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و علیه وسلم بهش یاد داده بوده دا خب اگر در هر دو صورت یا عمدن به اون شخص دروغ گفت نماز نخوان خب کسی که خلاف قرآن فان فا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بله کسی بل بل که خلاف قرآن عمدن فتوا بدهد چی هست فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون آیه دیگر داره فاولئك هم الظالمون آیه دیگر داره فاولئك هم الكافرون خیلی خوب کافر هست ظالم هست فاسق هست و اگر از جهل بوده هم تعمد نبوده خب باز هم ثابت میشه که یک انسان جاهل چطور میتونه خلیفه پیغمبر باشه در حالی که این مسئله کثیر الابتلاع در عرب اون عرب اون زمان مدینه اون زمان که همین الان مدینه برید آب کمه همین الان مدینه منوره هتل ها رو فکر نکنید دور حرم در شهر مدینه آب زیاد نیست آبش سخته در اون زمان که آب اصلا چاها هر چاه میزن 300 متر آب کشیدن و آب آوردن که خیلی کار مشکل بود و کثیر ابتلا بود این شخص اصلا عمر ابن الخطاب بی نماز بود این قدر بلد نبود